اللهم علمنا بما أنفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. بنامي خداوندي هستي بخش وبارزي سلام ودرود خدمتي يكاي كبيرين دهاي عزيزي تلوزين خرشيد و علاق منداني برنامه فقهي خانوادا. خرسن و خوشحال استم که باز هم شما عزیزان را تا فرصتی که پیش روز با خود دارم، امیدوار استم که از داشته های امروزی برنامه استفاده ببرین و ما را تا آخرین لحظات برنامه یاری برسانیم. دوست عزیز، صحبت من امروز از 19 تا 21 بخش هفتم است. سلسله تربیت اولاد از تولد تا 24 سالگی در هر مرحله سه چیزی بسیار مهم بحث شد. از تولد تا 3 سالگی اولادمان به چی چیز نیاز داره، چی چیز تربیتش را به خطر میندازه و چی چیز را باید ما برش بدیم. از 4 تا 6 سالگی، از 7 تا 9 سالگی، از 10 تا 12 سالگی، از 13 تا 15 سالگی تا 16 سالگی و از 16 تا 18 سالگی که جلسه قبلی من بود و از 19 تا 21 سالگی مهمترین نیاز جوانای ما چیست در این مرحله و بعد از او چی چیز در این مرحله جوانهای ما را حیاتشان، زندگیشان، ایمانشان را به خطر میندازه و بعد از او چی چیز برش بدیم. بخش هفتم است. بعد از ختم این بخش، بخش هشتم شروع میشه. بعد از بخش هشتم سلسله دروس تربیتی ما ختم میشه و بعد از او انشاءالله تصمیم میگیریم که کدام بحث آغاز شود. دوستای نهایت عزیز، واقعا خوشحال هستم که بحث زیبای تربیت اولاد از تولد تا 18 سالگی موفقانه سپری شد و شما عزیزان دنبالش کردین. جلسه قبلی من مهمترین چیزی که از 16 تا 18 سالگی به جوانها و نوجوانهای ما باید داده شوه انتخاب سرمشق و الگو و قدوه بود. دوستای عزیز، ما به عنوان خیرخواه شما و دوست شما واقعا میخواهیم که به جامعه خود، به هموطنان خود یک راز برشان بگوید. راز تربیت در انتخاب الگوی شایسته است. اگر شما بحث تربیت اولاد از تولد تا 18 سالگی دنبال کرده باشین، سر یک نکته ما بسیار تمرکز داشتیم و تاکید داشتیم که نوجوانها در هر بخش و مرحله زندگیشان نیاز به تصویرسازی ذهنی دارند. وقتی تصویرسازی ذهنیشان مثبت به در بیاید، طوری مثال انسانهای خوب در کنارشان، در اطرافشان، در مکتب خوب، در مدرسه خوب، در کورس خوب، دوستای خوب، همسایه های خوب، خانواده خوب، ای جوان چیزی منفی را ندید، با چیزی منفی رشد نکرد، با شخصیت های منفی رفتار نکرد، سلوک نداشت، پس ما چی انتظار داشته باشیم از این جوان جز احترام، جز خدمت به جامعه، جز خوبی به خانوادش و جز کسی که علم بردار دین باشه و خدمتگزار واقعی جامعه ما باشه؟ پس از اول تا آخر کوشش کنین جوانهایتان و فرزندانتان و اولاد و اطفالتان با شخصیتهای الگو و ممتاز و فوق العاده از لحاظ اخلاق، از لحاظ تربیت، از لحاظ علم و دانش باید الگو با نمونه باشه. پس چگونه به اولادمان الگو انتخاب بکنیم؟ در 5 مورد اهمیتش بحث شد. اول گفتیم حکم خداست. بخواهیم نخواهیم خدا دستور داده، ما باید برای خود یک کسی را انتخاب کنیم که از او بشنویم، از او بیاموزیم، دنبالش بریم، از او پیروی کنیم و او دوست ما باشه. دوم، انسان تا وقتی که انسان است نیاز به انتخاب و اتخاذ الگو داره. سوم، جنگ علیه قدوات و الگوهای شایسته. از وقتی که آغاز شده میخواد این آدرس از ما بگیره، بعد از اون ما بریم دنبال کسایی که اینا دشمنان دین به ما معرفی میکنن. چهارم، دوستای نهایت عزیز، انتخاب الگو و سرمشق بهترین وسیله تربیت است. ما شب و روز بگویم نماز بخوان، روزه بگی، بد اخلاقی نکو، تا وقتی مثال برش نتیم خوب در ذهن نمیشی و این بهترین وسیله تربیت است. طوری که ابو سفیان رحمه الله رضی الله تعالی عنه فرزند خود نزد یکی از مربی ها میگذاره، یکی از استادا و یکی از دانشمندا قرار میده، میگه میخوایم فرزندم را تربیت بکنی. او برش میگه ببین فرزندت قسمی رفتار میکنه که تو رفتار میکنی، اگر خوب بودی خوب است، اگر بد بودی بد است. پس چشم اولادمون
نسبت به گوششان بیشتر مراقب و متوجه رفتار ما، گفتار ما و کردار ماست. پس این رمز و راز است. اگر میخواین خوب رفتار کنین، صالح باشین با صلحا بشینین، اگر فاسد باشین با مفسدین بشینین. پس اینجا دوست عزیز که این رمزی است که همیشه در زندگی فراموش نکنین، به خاطر اصلاح خودمان و خانوادیمان به اولادمان سرمشقا و الگوهای شایسته و فوق العاده را انتخاب بکنیم. چهار روش به خاطر انتخاب الگو. اول، باید رفت و آمد با اهل علم داشته باشیم. با اهل علم رفتار و گفتارمان باشه، نشست و برخواستمان باشه، نه با انسانهای فاسد و بد اخلاق. حتما وقتی ما با اهل علم ششتیم، با اهل دانش ششتیم، با اهل تقوا ششتیم، اولاد ما از یکی متأثر میشه و حرف یکی رتمن میشنه و بالاخره برای خود یک کسی را به عنوان سرمشق و الگو انتخاب میکنه. دوم، دوست عزیز، مناقب انبیا و زندگی نامه انبیا علیه السلام از زمان آدم علیه السلام تا حضرت نوح، تا ابراهیم، تا موسی و عیسی، تا رسول پاک علیه السلام، کتاب بیش قیمتی را که در این راستا عالم دانشمند ما نوشته کردن، ابوالحسن ندوی به نام قصص النبی، این کتاب را برای اولادمان خریداری کنیم. بگویم شما از این کتاب سرمشق بگیریم و یقین داشته باشیم که حتما یک پیغمبر نه یکش بر بالای روح و روان ما تأثیری و سزایی میگذارد و ما او را به عنوان الگوی خود میگیریم و کاری را که او کرد انجامش میدیم. سوم، دوست عزیز، خب به همراه سیرت پیغمبر علیه السلام در همه ابعاد زندگی ما سرمشق ما و الگوی ماست، دوری که قرآن میگه ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. سوم، زندگی نامه خلفای راشدین و اصحاب رسول پاک علیه السلام که همیشان حیثیت ستارگان آسمان شریعت داشت و می رقم زندگی نامه ائمه حدیث، ائمه تفسیر، ائمه فقه، مجاهدین و مبارزین رای اسلام. اینا را به اولادمان کتابایش یک یک تا که داستانهای جالب و قصه های جالب است خریداری کنیم، به اولادمان هدیه بدیم و تحفه بدیم. چهارمش یا نکته چهارمش را با شما بعد از نشر یک حدیث شریک می سازم. زود برمی عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال النبی صلی الله علیه وسلم السعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله وبالقائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. ابو هريره رضی الله عنه میگوید نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که در جهت تأمین نیازهای زنان بیوه و مساکین تلاش میکند مانند کسی است که در راه خدا جهاد مینماید و یا مانند کسی است که شبها را در عبادت بسر میبرد و روزها را روزه میگیرد. دوست عزیز، شما را دوباره به ادامه بحثمان پیرامونی تربیت اولاد از 19 تا 21 سالگی خوش آمدید میگم. اما قبل از او گفتیم بقای بحث قبلی، چگونه میتونیم الگو برای اولاد خود انتخاب کنیم، برای خودمان انتخاب کنیم. از چهار روش گفتیم استفاده کنیم. انتخاب الگو فرض است، نیاز شدید است و همچنین خطرات و یا دشمنی که علیه قدوات و الگوها صورت گرفته، پس نیاز است ما دنبال کسی بریم و از کسی باید اقتدا کنیم. و همین رقم بهترین وسیله تربیت است، از حرف شنیدن کرده تصویر سازی مهمتر و مؤثرتر بود، طوری که علامه ابن خلدون رحمه الله بحث داشتن که انسانها فضایل و اخلاقشان را از دو روش میگیرن، یا از طریق تعلیم علم و مطالعه، یا از طریق حکایات تمثیل و تقلید. اما تمثیل و تقلید مؤثرتر است. چگونه گفتیم ما برای خود انتخاب کنیم یک دوست را و یک کسی را به عنوان سرمشق به الگو؟ اول باید
زیادتر رفت و آمد داشته باشیم به امرای علما و دانشمندان و شخصیت های فوق‌العاده. دوم، تاریخ انبیاء علیه السلام، زندگی نامی پیغمبرا را و اولاد خود، خصوصا کتابی را که ما معرفی کردم، او را خریداری کنیم. و سوم، زندگی نامی ائمه بزرگوار حدیث، ائمه بزرگوار فقه، تفسیر و ادب، علم و کلام و معانی انتخاب بکنیم. ان شاء الله اولادمان و فرزندانمان و نوجوانهای ما از یکی نه از یکی میپذیره و الگوی خود انتخاب میکنه و از اون میشنه و دنبالش میره. چهارم و آخر، اجازه ندیم در اماکن فسق و فجور اشتراک کنم، چرا تحت تاثیرشان میرن و بالاخره در قلبشان کسی جای میگیره که اونا با خدا و رسول دشمنی کرده است. چرا رسول پاک علیه السلام میفرماید که المرء علی دین خلیله، انسان بر دین دوستش است. پس ببینید که کی را به دوستی میگیره. فلینظر احدکم من یخالل، پس شما ببینید که کی دوست شماست. پس هر کی را دوست دارین و هر کی در قلبتان است، مطمئن باشین با اونمو دوستتان در قبر حشر میشین و در روز محشر در حضور الله استاد میشین. پس کسی که پیغمبر دوست داشته باشه حتما در کنار پیغمبر، پس کسی که ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین دوست داشته باشه در کنار از او، و اگر کسی ائمه بزرگوار ما را، ائمه فقه و حدیث، ائمه تفسیر، ائمه علم کلام و معانی و ادب و شعر دوست داشته باشه در کنار اونا، اگر یک انسان فاسق و یک انسان فاجر و یک انسان بی‌بندوبار و یک انسان بد اخلاق دوست داشته باشه در کنار ما حشر میشه. و این حقیقتی است که هیچ کس را یارای انکار آن نیست. و امروز علم هم ثابت کرده، تاریخ هم ثابت کرده که انسان کسی که دوست داره از او میپذیره و در کنارش است و از او پیروی میکنه و از او تقلید میکنه. پس ما اولاد خود را و خودمان اجازه ندیم در اماکن فساد، در اماکن فحشا و در اماکن بی‌بندوباری حضور به هم برسانیم، چرا امکان داره هر لحظه عذاب خدا سرازیر شوه و ما هم در لیست اون اشخاص محسوب شویم. به هر حال دوست عزیز، این بود بحث قبلی ما. برمیگردیم به نکته اول. اولین و مهمترین حاجت نوجوان ها از 19 تا 21 سالگی چیست؟ حد بزنین که در این مرحله اول شاید سوال در ذهن ما پیدا شوه که خب از تربیت از تولد تا 16 سالگی صحبت کردین، از 16 تا 18 صحبت کردین، دانستیم که با چی چیز جوانای ما نیاز داره، چی چیز باید خودداری کنن و چی چیز را باید بیاموزن و بگیرن و دنبالش برن. آیا از این به بعدم امکان داره که ما بریم تربیت کنیم اولاد خود را؟ اکثر مردم وقتی نام تربیت میگیرن امکان داره تا 3 سالگی باشه، امکان داره میگه تربیت تا 6 باشه، تا 10 باشه. از او به بعدش دیگه انسان تکمیل میشه، جوان است، پسر است، دختر است. و فعلا ما تا 18 رسیدیم. آیا از این به بعدم مجال برای تربیت است؟ آیا دختر و پسرمان بعد از این خودشان تکمیل نشدن؟ آیا خودشان یک پدر و مادر نشدن؟ جواب: انسان تا وقتی که انسان است، انسان تا وقتی که زنده است، انسان تا وقتی که حیات داره به تربیت نیاز داره. انسان تا وقتی که زنده است و نفس داره، قلبش حرکت میکنه، نفسش تو بالا میشه، به تعلیم و تربیت نیاز داره. کسی که 50 سال عمر داره باز هم به تعلیم و تربیت نیاز داره. کسی 80 سال عمر داره باز هم به تعلیم و تربیت نیاز داره. تعلیم و تربیت تا به وقت مردن یکی از نیازهای مبرم انسانها در دنیا محسوب میشه. پس ما تا 24 سالگی تربیت ادامه میتیم، ولی بعد از اون به این معنی نیست که بعد از 24 سالگی دیگه شاید وقتی تربیت تمام شده باشه و جایی برای تربیت باقی نمانده باشه. دانشمند بزرگ ما، امام بزرگ ما، امام شافعی محمد ابن ادریس رحمه الله چی زیبا می فرماید: کلما ادبنی الدهر ارانی نقص عقلی، کلما ادبنی الدهر ارانی نقص عقلی. هر چقدر که زمان و دنیا و زمانه دهر
مرا ادب داد، تجربه بیشتر شد، دانستم که عقلم چقدر ناقص است. امام شافعی یکی از ائمه چارگانه است، ربع امت اسلامی پیروش است، به هزارها محدثین و مفسرین شاگردش است. میگه کلما ادبنی الدهر ارانی نقص عقلی، هر چقدر که دهر مرا ادب داد و بالاخره تجربه بیشتر شد، دانستم که عقلم چقدر ناقص است. اذا زادت علما، زمانی که علمم زیاد شد، زاد علما بجهلی، زیاد شد که من چقدر جاهل هستم. هر چقدر در مجال علم پیش رفتم، دانستم من چقدر جاهل هستم. یکی از ائمه بزرگ ما چنین سخن میگه، هر انسانی که گفت ما کامل شدیم، بفهم که ناقص است. هر انسانی که گفت من میفهمم، بفهم که نمیفهمم. امام شافعی میگه تا وقتی که من در مجال علم قدم ماندم و پیش رفتم، حرکت کردم، بالا رفتم، دانستم که من چقدر جاهل و نادان هستم. پس آیا امکان داره ما بگویم ما چند مسئله را یاد گرفتیم دیگه صاحب ما عالم شدیم، تمام موارد دیگه من میفهم، چی نیاز است برم اینجا صحبت علما را بشنوم، من همه چیز یاد دارم؟ این انسان جاهل است، این انسان ناقص است و این انسان نافهم است. و من استوى یوماه فهو مغبون، هر کسی که دو روزش مساوی باشه زیان کرده است. باید معلوماتی که امروز دارم فردا از این بیشتر داشته باشم، پس فردا از او بیشتر داشته باشم. و من استوى یوماه فهو مغبون، هر کسی که دو روزش مساوی باشه زیان کرده، نقصان کرده. باید علم ما، دانش ما، پیشرفت ما، تقوای ما، امکانات ما، امروزمان، فردایمان از امروزمان بهتر و بیشتر باشه، پس فردایمان از فردایمان بیشتر و بهتر باشه. پس دوستای عزیز، این بود سوال جوابی که با شما شریک کردم که آیا تا کنون ما نیاز به تربیت داریم که اولادمان 19 و 20 و 21 شده؟ بلی، تا وقتی که زنده هستیم ما نیاز به تعلیم و تربیت داریم. ما را همراهی کنین، بعد از نشر یک حدیث باز دوباره در خدمت قرار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه ميگويت نبي أكرم صلى الله عليه وسلم فرمود مسلمان دچار هیچ گونه خستگی، بیماری، نگرانی، ناراحتی، گرفتاری و غمی نمی شود مگر اینکه خداوند به وسیله آنها گناهانش را می بخشد. حتی خاری که به پایش می خرد باعث کفاره گناهانش می شود. دوستان عزیز، شما را دوباره به ادامه بحثمان پیرامون تربیت اولاد از 19 تا 21 سالگی خوش آمدید میگم. سوالی که در ذهن ما شما وجود داشت که آیا امکان دارد تا کنون هم اولاد نیاز به تربیت داشته باشه، فعلا سنش عمرش 19 و 20 و 21 شده؟ بله، نیاز داره. تا وقتی که انسان نفس داره و قلبش حرکت میکنه، به تعلیم و تربیت نیاز داره. مهمترین نیاز و حاجت نوجوان از 19 تا 21 چیست؟ و چی چیز جوان ما و نوجوان ما در این عمر نیاز داره؟ تخمین کنین که شما 19 شدین و امروز یا فردا یا پس فردا، یک ماه بعد یا یک ماه پیش، شما پای به 19 سالگی گذاشتین، 18 شدین، 20 شدین، 21 شدین. فعلا اولین نیاز شما به در این مرحله و در این عمر و سن چی هست؟ به چی چیز زیاد حاجت دارید؟ از زواج، ازدواج. رسول پاک صلی الله علیه و سلم می فرماید یا معشر الشباب، ای گروه جوان ها، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کسی که استطاعت داشته باشه، توان و امکانات داشته باشه، مادی و معنوی، باید ازدواج کنه. فلیتزوج، اللام لام الامر،
لام تأکید و لام امر است، اکثر ائمه ازدواج را از این حدیث واجب می دانند و فرض می دانند. و آیات متعددی ما در قرآن پاک داریم که قرآن دستور می دهد فنکحو، نکاح کنیم. پس همان طوری که خدا ما را به نماز امر می کنه، به نکاح هم امر می کنه. پس این پنج حکم داره. ما در مراحل تشکیل خانواده بحث کرده بودیم که نکاح و ازدواج پنج مرحله داره: فرض است، واجب است، سنت است، مستحب است، مکروه، حرام است. پس دوستان عزیز، پیغمبر ما علیه السلام می فرماید که جوانها اگر امکانات داشته باشند، استطاعت داشته باشند، ازدواج بکنند. فانه اغض للبصر و احسن للفرج. پس این ازدواج باعث سربزیری چشمشان و قلبشان و حفاظت فرج و عورتشان می شود. خب، مهمترین حاجت نوجوان اگر دختر است، اگر پسر است، دوستای عزیز، از 19 تا 21 و تا 24 و 25 مهمترین حاجتشان به ازدواج است که ازدواج باید بکنه. چند سوال میکنیم. تأخیر در ازدواج چند علت داره؟ علت اولش، کسی دنبال اکفا است، میخواد کفش پیدا شود. اینجاست که 16 و 20 و 25 میشه، کفش پیدا نمیشه، در ازدواج تأخیر میه. میگه کسی که من میخوایم مرد ایدئال، و مرد میگه خانمی که من میخوایم زن ایدئال در زندگی، اینجاست که ازدواجش تأخیر میشه. دوم، کسی به خاطر امکانات مادی، من تحصیل کنم، بعد از او برم خانه بگیرم، وظیفه بگیرم، فلان و بسمدان، تا این که من ازدواج بکنم، این سبب تأخیر ازدواج میشه. سوم، فقیر بودن. یک تعداد فقرا و مساکین ما داریم که انسان هایی که اونا میخوان به دروازه شان نمیر، از خاطر فقر و بیچارگی و مسکینی شان. خب، تمام این وسائل سبب تأخیر در ازدواج است. و امروز متاسفانه باز قضیه برعکس است. مصارفی سرسماور، کمرشکن و طاقت فرسا، اینها سبب تأخیر ازدواج است. میبینیم دوستای عزیز، من نمیگم که شما جوان هایی که 19 و 20 21 هستین برین عاجل ازدواج کنین، فقط مثال میتم، تصمیم به دست خودتان. و به پدرای خود نمیگم که دختر 19 و 20 21 دارین عاجل دیگه برین او را به نکاح کسی در بیارین. صرف میخوایم مثال را با شما شریک کنم، خودتان تصمیم بگیرین از خلال این مثال و از خلال این ارزیابی و تجربه که امروز علم ثابت کرد و امروز علما و دانشمندا ثابت کرده. شما باید درک کنین نیاز اولادتان، حاجت اولادتان در این مرحله درک کنین که 19، 20، 21 سال است. دوستان نهایت عزیز، در سال 2010 در یکی از کشورهای عربی، کتابی را که ما مطالعه کردیم یا روزنامه ای را، یک ارزیابی در یکی از دانشگاه ها و تقریبا چندین دانشگاه و چندین شاگردا و از مکاتب و مدارس و دانشگاه یک جا میشن، بیشتر از 6000 جوان و نوجوان میشن، 16 و 17 و 20 و 25 همی سنشان است، از دختر و پسر. 4 سوال طرح میکنن از طرف دانشگاه، 4 سوال طرح میشه، جواب ازیت میست، هر کس جوابش بتا نامش نوشته نکنه، ما ارزیابی میکنیم، معلومات میگیریم، روان و خواست قلبی جوان ها را. 6000 یا بیشتر از 6000 دوست عزیز، رقمی که خیلی بزرگ است، رقمی درشت است. 6000 یا 7000 نوجوان دختر و پسر امتحان میتن، 4 سوال مطرح میشه. اول سوال اول است که مهمترین و بهترین سن برای ازدواج کدام سن است؟ این سوال از بیشتر از 6 یا 7000 نوجوان میپرسم. سوال دوم، آیا شما علاقه به ازدواج دارین؟ خب این نوجوان ها کلن در همین مرحله قرار داره، 18، 19، 20، 21، 22، 25. سوال سوم، مهمترین چیزی که مانع ازدواج شما میشه چیست؟ چی چیز مانع ازدواج شما میشه؟ اگر علاقه به ازدواج دارین، سوال چهارم، اگر علاقه، شدت علاقتان یا میزان علاقتان چقدر است؟ این 4 سوال مطرح میکنن در خلال 1 ساعت.
هر کس به شکل تفصیلی نظر خود را می نویسه، بعد پارچه های سوال جمع میشه و بعد از او تصمیم میگیره که ببین ما از پیش خود، امروز مادر از پیش خود فیصله میکنه، پدر از پیش خود، نیاز جوان و نوجوان در نظر گرفته نمیشه. پس دوست عزیز، من نمیگم شما دختر خود برین به نکاح کس بده، من نمیگم بچه تان زن بدین، امکان داره شما مصلحت های زوره نسبت به ما بیشتر بدانی، صرف میخواهیم این ارزیابی را نتیجه شه با شما شریک کنیم. نتیجه این ارزیابی چیست؟ جوان ها چی را می نویسن؟ بیشتر از 6 یا 7 هزار نوجوان در این پارچه و در این ارزیابی چی نظر خود شریک می کنن و چی میگن؟ این را انشاء الله العزیز اگر حیات باقی بود و فرصت یاری کرد در جلسات آینده با شما شریک می کنیم. از اینکه وقتی برنامه ما تمام است و ناگزیر با شما خداحافظی کنیم، پس شما را به الله بنیاز تا دیدار بعد و برنامه بعد می سپارم. الله نگهداری همه تان.